خب دوستان عزیز، ساعت 9:23 دقیقه روز جمعه، فکر کنم 25 آگست هست. خلاصه روزگار غریبی است نازنین، و هر دم از این باغ بری میرسد. 25 شهریور در راه است و دوستان هم هی سوال میکنن، میگیم بابا یه دو تا ویدیو گذاشتیم برید نگاه کنید، هم روی فیسبوک هم روی یوتیوب. روی فیسبوک نمیدونم فالو کنید، لایک بزنید، روی یوتیوب سابسکرایب کنید و براتون ویدیوها میاد. خب گویا صدای ما ضعیفه، اشکالش از این تلفن ها هست که میکروفونشون، اینا هم مثل روشن فکران ما که مغزشون تو کونشونه، اینا هم میکروفون ها تو کونشه، اون پایینه، و به جایی که صدای منو از روبرو بگیره صدای ماشین رو میگیره. ماشین ما هم که کهنه است، 16 سال کهنه، بالاخره اونم مثل خودمون قارت و قورت میکنه. بگذاریم، دیشب برنامه ای رو میدیدم از کانال یوتیوب پروفایل. این دوستان هر کی هستن خیلی زحمت میکشن، تحقیق میکنن و فیلم ها رو درست میکنن. درباره قتل فرخزاد صحبت میکرد. حتما شما این هفته گذشته، دو سه روز گذشته متوجه شدید ابراهیم گلستان که فوت شد، یه عده از قهرمان بودنش و روشن فکر بودنش میگن، یه عده از بچه آخوند بودن و پدر سوخته بودن و از دولت پادشاهی پول گرفتن و بر علیه همون دولت پادشاهی حرف زدن، و شما نمیدونی بالاخره این هیروه یا زیروه، به قول آمریکایی ها قهرمانه یا ضد قهرمانه. داستان فرخزادم دقیقا به همین صورته. خیلی از شاولایی ها که فرخزاد رو دوست دارن چپ و راست به چپ و چپول و اینها فوش میدن، ولی خبر ندارن که فرخزاد خودش رو یک چپ واقعی میدونست و حتی مقاله یا اون پایان نامه و اینها رو هم درباره جنبش های چپ نوشته بود، و به همین دلیل وقتی اومد ایران یک سال هیچ کس بهش کار نمیداد، تا اینکه بالاخره با پارتی بازی خواهرش در رادیو تلویزیون عقب افتاده ایران استخدام شد. اونجام که نه دری داشت نه پیکری داشت، ایشون آمد و یه دفعه از تلویزیون آلمان هم میخواست بزنه جلوتر، همین داستانهای همجنسگرایی و نمیدونم ماچو بوسه و اینها، و حقیقتا یه جورایی یک قشری رو مجذوب خودش کرده بود که اون قشر در جامعه جا و مکانی نداشت، و یک عده‌ای رو دشمن خودش کرده بود که اونا تصمیم گیرنده خانواده ها بودن. بگذاریم، این آقای فرخزاد در این عمر 54 ساله خیلی بالا و پایین عوض بدل شد. کسی که همجنسگرا بوده و میاد دو تا زن میگیره، کسی که اینقدر ادعای روشن فکریش میشه ولی میاد با یه زنی ازدواج میکنه، با یه دختر 16 ساله ازدواج میکنه، که خیلی ها میگن این ازدواجش برای این بود که سرپوشی بذاره روی اون ماجراهای همجنسگراییش. بگذاریم، دو ازدواج، یکیش با یه خانم لهستانی و دیگری با یک دختر ایرانی 16 ساله، هر دو ناموفق، از ازدواج اولی یک پسر و از ازدواج دومی اصلا ممکنه خبری هم نبوده. خود فرخزاد با افتخار میگه که عاشق یک مرد بوده و 10 سالم با اون مرد زندگی میکنه، و بالاخره میاد میرسه به جنگ ایران و عراق. شما اگه یه نفر بهتون بگه که فرخزاد 100,000 دلار از دولت عراق گرفت و
وقتی که اون آقای محمدی، کاپیتان محمدی، خلبان محمدی، برادر سعید محمدی خواننده، هواپیما رو برداشت و برد توی عراق، اونجا به زمین نشون، آقای فرخزاد 100,000 دلار پول گرفت. آقای فرخزاد مدتی با سعید محمدی زندگی میکرده، شایعاتی بوده که سعید محمدی هم همجنس بازه. خودش میگه نه، ما چه کار داریم، مال خودشونه، بدن بگیرن به ما چه. در کشته شدن فرخزاد داستانهای زیادی هست. منوچهر گنجی میگه فرخزاد چون اینجا دیگه نمیتونست کار کنه و خسته شده بود از ایرانی ها، رفت سراغ جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی بهش قول داده بود که شما میتونی بیای بری ایران، مادر بیمارتو ببینی، چنین و چنان. و باز شایعاتی هست که همون درفش کاویانی که آقای دکتر منوچهر گنجی رئیسش بوده و اینها از ساواک پول میگرفتن در کشورهای مختلف، در آلمان، در فرانسه رادیو داشتن، فرخزاد براشون کار میکرد و اینها، بعضی ها میگن اینا رفتن و فرخزاد سرنگون کردن، بعضی ها میگن که داستان ماجرای عشقی و همجنس بازی بوده و از این به اصطلاح حسادت های اینجوری بوده، بعضی ها میگن جمهوری اسلامی کشتش، ولی آلمان میگه در تحقیقات که انجام داده دست جمهوری اسلامی رو ندیده. آقای سعید محمدی خواننده و گیتاریست ایرانی دو جا بازداشت میشه، یکی در آلمان و یکی در آمریکا. البته دلیل و مدرک به اندازه کافی نبوده برای ایشون، چون ثابت میکنه که اون روزی که این اتفاق افتاده 170 کیلومتر از اون محل فرخزاد دور بوده و خلاصه الان هم آزاد داره میگرده و در کالیفرنیا زندگی میکنه. ولی کل ماجرا اینه که ما ایرانی ها به یک گوره سردیمون میشه، به یک کشمش یا به یک مویز گرمیمون میشه، یه دفعه 180 درجه میاییم از این و 180 درجه میاییم از اون. و بعضی از دوستان ایرانی میگن 360 درجه. دوستان اگه 360 درجه شما عوض بشی میرسی به همون جایی که بودی، پس تغییری در 0 و 360 نیست، 0 و 180 هستن که در دو جهت مختلف هستن. بگذاریم، امروز جمعه است، من گفتم یه مقداری صحبت کنم، اینایی که اینجا میبینن، اینایی که بعدا روی یوتیوب میبینن آماده باشن برای شنبه یا یه شنبه یک برنامه بذاریم درست حسابی و با دوستان باشیم. اگر شما مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بسیار آسونه، مبلغ بسیار کمی رو هزینه میکنید و کاراشو ما انجام میدیم. اگه خودتون ویدیو درست کنین از اونم آسونتر و ارزونتر، با 25 دلار ما ویدیوی شما، لینک شما رو برای دوستان در صفحات مردم تیوی و در صفحه شخصی خودمو، در لینکدین و در توییتر و در هر جایی که بگی پست میکنیم و دوستان میتونن مستقیما با خود شما تماس بگیرن. پس دوره حرف مفت زدن تموم شد، هر کسی حرفی برای گفتن داره خیلی ساده مثل من میتونه تلفنش رو روشن کنه، صحبت کنه، ولی هر کسی میخواد از سرویس و خدمات ما استفاده کنه باید هزینش رو پرداخت کنه. اینم هیچ احتیاجی به اصطلاح فیزیک و قانون و ریاضی و اینا نداره، هر کسی اینقدر فهم و شعور داشته باشه میدونه که باید برای هر چیزی که میخوایم هزینه بدیم و دنبال چیزای مجانی نباشیم، چون چیزای مجانی هست که آخرش سرمون رو فرو میکنه در خمره، گفت سرت به خمره و پاهات به هوا، لنگت به هوا. اگه میخواین سرت تو خمره باشه و لنگت به هوا باشه، برید دنبال چیزای مجانی، اگه نه تماس بگیرید
تماس با تلویزیون مردم خیلی ساده است. info@mardomtv.com این ایمیل ما هست. واتساپ ما به علاوه 1-202-695-2573. تلفن ما 202-695-2573 که این تلفن تلفن ایریا کد واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. ضمناً خبر خوب این که بالاخره بعد از یعنی بیش از 90 تا اتهام که به ترامپ زده شد، دیروز رفت در زندان جورجیا و اونجا عکسش رو گرفتن و یه پولی هم گویا باید میداد که بتونه آزاد باشه، ولی اون پول لازم نبود چون به اعتبار خودش به اصطلاح گفتن شما آزادی برو، نمیخواد پاسپورتتو بدی یا چیزی، ولی روز دادگاه برگرد بیا. ترامپ تلاش میکنه که دادگاهش بعد از انتخابات باشه، ولی مسئولین جورجیا، ایالت جورجیا تلاش میکنن که قبل از انتخابات باشه تا بتونن این رو از شرکت در انتخابات 2024 به اصطلاح ممنوع کنن و باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. شما باورتون نمیشه، من حتی کولر اینو خاموش کردم که صدا نیاد. حالا دیگه از شما خداحافظی میکنم و کولر رو روشن میکنم. روز و روزگار بر شما شاد و سلامت.